سرخط خبرها. درخواست رئیس جمهور غنی از علمای دینی در برابر فتنه و فساد خاموش نباشید. زونم دیده افغانستان فاسد ندی، مرمن فاسد ندی، مشران فاسد ندی، یو دل و اقلیت دیده اقلیت باید مخنیوی بسید. درخواست اداره دونالد ترامپ از نیروهای امنیتی به خاطر عقب نشینی از مناطق دور افتاده. کاهش 10% ازدواج کودکان در کشور. و کشته شدن 10 تن از اثر زلزله در اندونزیا. به نام خدا و با عرض سلام به خبر 6 از نگاه خوش آمدید. امروز یک شنبه هفتم اسد 1397 خورشید است که برابر می شود با 29 جولای سال 2018 میلادی. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی از عالمان دین می خواهد که نام افراد مفسد و غاصبان زمین را از منبرهای مسجد کشور برای مردم اعلام کنند. رئیس جمهور غنی در برنامه اختتامیه کنفرانس صدای منبر بر علیه فساد از علمای دینی خواست که در برابر فساد و فتنه خاموش نباشند، زیرا به گفته رئیس جمهور خاموشی در این زمینه جفا است. رئیس جمهور همچنان افراد فاسد و غاصب را با یک حلقه کوچک در جامعه تشبیه کرد و گفت که در مبارزه با این اقلیت کوچک قاطعانه عمل می کند. این کنفرانس دو روزه که به کوشش وزارت حج و اوقاف و لوی سرانوالی کشور برگزار شده بود، در آن شماری از عالمان دینی از بیشتر ولایت‌ها در کابل گرد هم آمده بودند. این عالمان دین در پایان این نشست با صدور قطعنامه 8 ماده‌ای انواع فساد را در افغانستان از نظر دینی مردود دانسته و بر مبارزه جدی علیه این پدیده تاکید کردند. در ماده اول این قطعنامه از نهادهای عدلی و قضایی خواسته شده است که با افراد فاسد برخورد قانونی و شرعی کنند. از ارگانهای عدلی و قضایی کشور جدا تقاضا می نماییم تا بیش از پیش با مرتکبین آن برخورد شرعی و قانونی نمایند. همچنان از مقامات ذی صلاح دولتی، علمای کرام و احاد ملت مسلمان افغانستان احترامانه می طلبیم تا در این راستا با ارگانهای ذکر شده همکاری همه جانبه نموده. رئیس جمهور غنی نیز در سخنرانی که در این نشست انجام داد بر نقش بارز علما و منبر در مبارزه با فساد تاکید کرد. رئیس جمهور به طور صریح از عالمان دین خواست که در قسمت افراد فاسد و فتنه خاموش نباشند و نام افراد فاسد و غاصب را از طریق منبرها اعلام کنند. وقتی چه عبادت روا نیی به غصبی از مکی بانده داخل چنگ غصب کهی؟ غالی چه نمونه در کن؟ لجومات نه نمونه واخلی پا غصبیز مکه بانده مونز روان نده که مونز روان نی نور معاملات سنگ روادی. محمد اشرف غنی بر تطبیق قانون و عدالت به طور یکسان از سوی نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرد و بار دیگر از این نهادها خواست که قانون را بالای همه به شمول مقامهای بلندپایه دولتی تطبیق کنند. رئیس جمهور همچنان افراد فاسد را به یک گروه کوچک در جامعه افغانستان تشبیه کرد و گفت که در مبارزه با این اقلیت کوچک قاطع است. دا ملت از این ولسته دا ملت فاسد نده، یا اقلیت دی ملت فاسد ده. علمای کرام دیده افغانستان فاسد ندی، زنان دیده افغانستان فاسد ندی، مرمن فاسد ندی، مشران فاسد ندی، یو دل و اقلیت دیدی اقلیت باید مخنیوی بسی. این نیت و اراده ماست و مبارزه ما منصفانه، عادلانه و با رعایت تمام اصول محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود. در پهلوی از این که ما قاطعانه برخورد میکنیم، در جریان مبارزه خود
برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون، عزت و عیسیت و کرامت مردم را هم در نظر می گیریم. افغانستان از جمله کشورهایی است که فساد اداری، به ویژه پرداخت رشوت در ادارات دولتی، برای انجام کارهای مراجعه کنندگان به یک امر معمول بدل شده است. هرچند دولت افغانستان از قاطعیت در مبارزه با این پدیده سخن می گوید، اما نام افغانستان هنوز هم در بین 4 کشور فاسد جهان قرار دارد. ایالات متحده آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است تا از مناطق کم جمعیت عقب نشینی کنند. مقام‌های آمریکایی گفتند که این پالیسی بخشی از استراتژی جدید اداره دونالد ترامپ است که جزئیات آن اعلام نشده بود. روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که هدف از این اقدام جلوگیری از حملات علیه قوای امنیتی در مناطق آسیب‌پذیر و تمرکز بیشتر بر تامین امنیت شهرهای بزرگ گفته شده است. در این حال وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای دفاعی مطابق نیاز در مناطق حضور خواهند داشت و از استقلال کشور دفاع خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استراتژیش در قبال افغانستان را یک سال قبل اعلام کرد، اما یکی از بخش‌های مهم این استراتژی به تازگی رسانه‌ای شده است. در یک بخشی از این استراتژی، ایالات متحده آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خواسته است تا از پراکندگی قوای امنیتی جلوگیری و از مناطق دور افتاده عقب نشینی کنند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 3 مقام آمریکایی گزارش داده است که هدف چنین اقدام از یک سو جلوگیری از حملات علیه قوای نظامی افغانستان در مناطق آسیب پذیر و از سوی دیگر این پالیسی موجب خواهد شد تا فعالیت نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت شهرهای عمده متمرکز شود. در این گزارش آمده است که این پالیسی باعث خواهد شد تا طالبان و سایر گروه‌ها مناطق را که از قبل در تصرف خود دارند تحت کنترل خود حفظ کنند و حکومت افغانستان امنیت مراکز شهرهای عمده مانند کابل، قندهار، قندوز و جلال آباد را تأمین کند. در عین حال در این گزارش آمده است که این تصمیم حکومت افغانستان خواهد بود که آیا از مناطق دور افتاده نیروهایش را بیرون کند یا خیر. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا نوشته است که شماری از کمانداران نظامی افغانستان در برابر چنین پالیسی آمریکا ایستادگی کردند و از مناطق دور افتاده عقب نشینی نکردند، زیرا آنان به این باورند که در صورت عقب نشینی مردم محل فکر خواهند کرد که در برابر آنان خیانت صورت گرفته است. در همین حال وزارت دفاع ملی در واکنش به این گزارش میگوید که دفاع از حاکمیت ملی کشور مسئولیت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور است و آنان در این زمینه مطابق با استراتژی وزارت دفاع ملی عمل میکنند. سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت گفته است که نیروهای دفاعی و امنیتی مطابق نیاز در مناطق حضور خواهند داشت و از استقلال کشور دفاع خواهند کرد. یافته های یک تحقیق تازه نشان می دهد که در 5 سال گذشته ازدواج کودکان در افغانستان 10% کاهش یافته است. این تحقیق تازه که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی و اداره یونیسف انجام شده نشان می دهد که ازدواج کودکان در افغانستان کاهش یافته، اما هنوز هم کودکان زیاده و ویژه کودکان دختر در معرض خطر قرار دارند. این تحقیق در ولایت بامیان، قندهار، پکتیا، غور و بادغیس انجام شده است و در 42% خانواده ها گفتند که حداقل یک عضو خانواده آنان قبل از 18 سالگی ازدواج کرده است. بر بنیاد این مطالعه 78% خانواده ها گفتند که پدران در مورد مسائل ازدواج تصمیم گیرنده اند و فقط 55.7% خانواده ها گفتند با فردی که قرار است ازدواج کند نیز باید صحبت شود. وزارت صحت عامه و اداره تنظیم امور مخابراتی تفاهمنامه ارائه خدمات صحی را از راه دور امضا کردند. هدف از امضای این تفاهمنامه بهبود در زمینه ارائه خدمات صحی و جلوگیری از هزینه های گزاف شهروندان برای مداوا به کشورهای خارجی عنوان شده است. وزارت صحت عامه کشور میگوید که در صورت مؤثر بودن آن تا 2 ماه آینده بسیاری از شفاخانه ها به ارائه خدمات صحی از راه دور وصل می شوند.
تفاهم نامه وصل شفاخانه های 15 ولایت کشور با فایبر نوری به هدف استفاده از تکنولوژی تداوی از راه دور میان وزارت صحت عامه و اداره تنظیم خدمات مخابراتی یا اترا امضا شد. وزیر صحت عامه می گوید که در مرحله نخست قرار است شفاخانه های دولتی مرکز ولایت پکتیکا و شفاخانه دولتی ایبک مرکز ولایت سمنگان با شفاخانه جمهوریت در کابل با استفاده از فایبر نوری وصل شوند. امروز ما شاهد گذاشتن یک قدم بسیار عمده و اساسی در جهت بهبود عرضه خدمات سی، در جهت دسترسی، افزایش دسترسی خدمات صحی، در جهت بهبود ساختن تشخیص، تداوی و بلند رفتن ظرفیت پرسنل صحی. این پروژه با هزینه 3 میلیون دلار که از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی پرداخت می‌گردد در جریان 3 سال تطبیق خواهد شد. با گفته وزارت صحت عامه پروژه وصل شفاخانه های 15 ولایت کشور با مرکز سه هدف عمده را دنبال می کند که عبارت از تشخیص دقیق بیماری، تداوی معیاری بیماران و بالا بردن دانش طبی دکتران در ولایات است. ما مرکز کابل که شفاخانه جمهوریت است من حیث هسته گرفتیم با دو ولسوالی که شرانه می باشه و همچنان ایبک در ولایت سمنگان. در قدم اول ما این سه شفاخانه را از راه دور با هم وصل میکنیم. اگر نتیجه مؤثر و خوب گرفتیم انشاءالله در ظرف دو سال آینده شاید اکثریت این قسمت اعظم افغانستان زیر پوشش بگیریم. اما فعلا به شکل تنتاتیو 15 ولایت گرفته شده. بر اساس آمارها شهروندان مجبورند تا سالانه 300 میلیون افغانی را برای معالجه بیماریشان به بیمارستان‌های بیرون از افغانستان بپردازند. وزارت صحت عامه میگوید که استفاده از تکنولوژی تداوی از راه دور افزون بر آن که کیفیت تداوی در شفاخانه های ولایات و ولسوالی ها را بالا میبرد، شفاخانه های مرکز را نیز با شفاخانه های مشهور کشورهای منطقه وصل میسازد که زمینه برای تداوی هر نوع بیماری در داخل کشور را فراهم خواهد کرد و بیماران با هزینه کمتر و در زمان اندک تشخیص و تداوی خواهند شد. کار نصب و مونتاژ تجهیزات سبستیشن برق در شهر شبیقان از سوی شرکت برشنا آغاز گردید. مسئولان شرکت برشنا در ولایت جوزجان میگویند که با تکمیل کار نصب و مونتاژ تجهیزات این سبستیشن تمام باشندگان ولایت جوزجان از انرژی برق مستفید شده و ظرفیت برق نیز از 9 مگاوات امپیر به 63 مگاوات امپیر افزایش می‌یابد. باشندگان ولایت جوزجان پروژه سبستیشن برق در شهر شبرغان را بسیار مهم و حیاتی می دانند و از حکومت می خواهند هر چه زودتر این پروژه را تکمیل کند. کار نصب و مونتاژ تجهیزات سبستیشن برق در شهر شبرغان از سوی شرکت برشنا آغاز شد. رئیس شرکت برشنا در ولایت جوزجان میگوید که کار ساختمان سبستیشن برق که در سال 2016 در ساحه 60 جریب زمین در غرب شهر شبرغان آغاز گردیده بود در حال تکمیل شدن است. با گفته او اکنون مرحله نصب و مونتاژ دستگاه‌های لازمه برقی آن ادامه دارد. با تکمیل پروژه مذکور که ظرفیت ما به 63 مگاوات امپیر افزایش می‌یابد که به تعداد 60,000 مشترک یا 60,000 فامیلی که در شهر شبرغان زندگی میکنه و ولسوالی های اطراف آن میتونه از این انرژی برق استفاده کنه. رئیس شرکت برشنا در ولایت جوزجان میگویند که قرار است از این سبستیشن که منبع تغذیه آن برق وارداتی کشور ترکمنستان است به ولسوالی های منگجک، خماب، قرقین، خانقا، فیض‌آباد، درزاب و مردیان نیز برق توزیع و شبکه کاری شود. او افزود که امور مربوط سبستیشن برق 70% پیش رفته و قرار است تا ماه اکتبر سال روان این پروژه به بهره برداری سپرده شود که با اتمام کار آن 60,000 خانواده از انرژی برق مستفید می شوند. سبستیشنی که در ساحه پل خراسان اعمار می گرده 1.5 سال قبل کارش شروع شده و میاد قرارداد هم 1.5 سال بوده. البته به نسبت اضافه کاری و تاخیر در پروژه 3 ماه پروژه ما اکستنشن داره که قرار در ماه اکتبر سال اکتبر 2018 پروژه را تکمیل و تحت بهره برداری قرار بده.
باشندگان ولایت جوزجان پروژه سبستشن برق در شهر شبرقان را بسیار مهم و حیاتی می دانند و از حکومت می خواهند هر چه زودتر این پروژه را تکمیل کند. ایجاد برق می تواند مشکلات عمده مردم در شهر شبرقان مرفوع بکنه و اکنون که در ولسوالی ها ما برق نداریم می توانیم از این برق در ده ولسوالی مربوط جوزجان استفاده بکنیم، اونا هم صاحب برق شوند. ما در حال قرار داریم که در امی برق فعلی نمی تواند یک پکر را بچرخانه. پس این معلومدار یا هویدا است که این سبستیشن با ایجاد شدنش می تواند اینمی مشکلات هم در داخل شهر شبرقان و هم در داخل ولسوالی ها مرفع بسازد و خانواده ها از این بابت راحت شوند. این در حال است که همکنون باشندگان شهر شبرقان و دو ولسوالی ولایت جوزجان از برق وارداتی ترکمنستان استفاده می کنند که نسبت کمبود انرژی برق و پایین بودن ولتاژ آن نمی تواند نیازهای مردم را تکافو نماید. شماری از بزرگان، متنفذان و دانشجویان ولسوالی شهرستان و میرامور روز یک شنبه با استاد محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان دیدار نمودند. در این دیدار که اسدالله سعادتی نماینده مردم ولایت دایکندی در شورای ملی نیز حضور داشت، روی مشکلات و نیازهای این ولایت صحبت شد. دیدار کنندگان از استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان خواستند که در زمینه رسیدگی به مشکلات ولایت دایکندی همکاری نماید. بزرگان و جوانان ولسوالی شهرستان و میرامور همچنین بر مشارکت مردم این ولایت در عرصه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی به ویژه پروسه انتخابات که یک امر حیاتی و ملی است تاکید کرده و اظهار داشتند که آنان از مواضع رهبری حزب وحدت اسلامی افغانستان در قبال مسائل کشور حمایت می‌نمایند. استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان از اعلام همکاری و حمایت مردم ولسوالی شهرستان و میرامور اظهار قدردانی نموده و دستاوردهای این حزب را در راستای تحقق خواستهای مردم به ویژه ولایت دایکندی برشمرد. رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان به دیدار کنندگان اطمینان داد که وی در جهت رسیدگی به مشکلات ولایت دایکندی و پاسخگویی به خواستهای مردم آن ولایت تلاش خواهد کرد. رئیس شورای عالی صلح به برخی از مهمترین مسائل کشور اشاره نموده و حضور و مشارکت مؤثر و تعیین کننده مردم در روندهای ملی را ضروری دانست. شماری از باشندگان ولایت هرات از عدم حضور برخی از اعضای شورای ولایتی در دفتر کارشان سخت شکایت دارند. آنان میگویند که بارها به خاطر حل مشکلات به شورای ولایتی رجوع کردند، اما شماری از اعضای این شورا در دفترشان حضور نداشتند. رئیس شورای ولایتی هرات ضمن پذیرش این انتقاد میگوید موضوع غیرحاضری اعضای شورای ولایتی را بارها به اعضای این شورا گوش زد کرده است. برخی شهروندان هرات میگویند که بارها دروازه اداره شورای ولایتی را به خاطر حل چالش هایشان کوبیدند، اما برخی از نمایندگان در این اداره حضور نداشتند. به گفته آنان اعضای شورای ولایتی دنبال کارهای شخصیشان میروند و به خواسته های مردم توجه ندارند. همینطور روزا خیلی شده که ما برفتیم جوابگویی نکردم. آخر دل ما به سر ما دیگه از این کار رفتن خود منصرف شد. اینو کسی رسیدگی نمیکنم، فکر خود خونم. زیادتر وقتا آدم به شورای ولایتی میرم میگم وکیل صاحب من اینجا هستم بشینیم میام، تا به 11 بجه 11 نیم 12 بجه که میشینیم اینا نمیایم. دیگه وقت به رسیدگی کردنم به کارا مردم نمیکنم. از 10 نفر اگر قوم فق فامیل نباشه اینا که میرم به خونه ها اینا به کارا اینا رسیدگی میشه. در این حال شماره از اعضای شورای ولایتی هرات میگویند که 5 تن از اعضای این شورا بی سرنوشتند و به هیچ یک از کمیته های این شورا سهیم نیستند. رئیس و اعضای این کمیته ها بر اساس سلیقه های شخصی انتخاب می شوند و این کار سبب شده است تا آنان کمتر به مشکلات مردم رسیدگی کنند.
این خود از یک چالش مداخله شورای ولایتی بود. بر اساس از او چهار نفر هر روز بیام مداخله شورای ولایتی 20 سرنوشتن، 4-5 نفر 20 سرنوشتن، جایگاه از اونو معلوم نیه، کمیتی از اونو معلوم نیه، دفتر از اون معلوم نیه. اونا مجبور میشم که بنان یک سر بیام بزنن زیر خور امضا کنم باز برم پشت برنامه آخر. و من دوستان همیشه خواهش کردم میتونه عضویت هر نوع کمیته داشته باشه، عضویت هر کمیته داشته باشه و بتونن کار بکنه مردم. خب بعضا بلت یا توانایی ندارن یا وقتی ندارن، به هر حال کمتر حضور دارن به شورای ولایتی. نظارت بر کارکرد اعضای شورای ولایتی از صلاحیت های ریاست ارگان های محل میباشد و اداره محلی در این زمینه هیچ نقشی ندارد. سخنگوی والی هرات میگوید که آنان همکار و هماهنگ کننده میان ارگان های محل و شورای ولایتی اند. اما این گونه که نظارت اداره مستقل یا واحد مشخص به خاطر نظارت از عملکرد شورای ولایتی وجود داشته باشه در سطح هیچ یک از ولایت وجود نداره و ما به عنوان تسهیل کننده همکار و هماهنگ کننده روابط و فعالیت های اعضای شورای ولایتی در سطح من عمل میکنه. این در حالی است که 3 تن از اعضای شورای ولایتی هرات خود را برای انتخابات مجلس نمایندگان نامزد کرده اند و همچنان حدود 9 ماه پیش یک از اعضای این شورا ترور شد. گزارش نرخ ارز و وضعیت آب و هوا. یک دلار آمریکایی 72 افغانی و 35 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی، یک یورو 84 افغانی، یک درهم امارات 19 افغانی و 60 پول، یک ریال سعودی 19 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 80 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 585 افغانی. این هم چند خبر از خارج کشور. از اثر یک زلزله در اندونزیا دست کم 10 تن در این کشور کشته شدند. بر اساس گزارش ها در پی زلزله به بزرگی 6.4 درجه در اندونزیا دست کم 10 تن کشته شدند و 40 تن دیگر هم زخم برداشتند. این زلزله صبح روز یکشنبه ساعت 7 به وقت محلی در منطقه سیاحتی در جزیره لامبوک در شرق اندونزیا رخ داده است. سخنگوی سازمان مدیریت فاجعه در اندونزیا اکنون تمرکز اصلی بر روی تخلیه ها و نجات مردم است. هنوز تعدادی از زخمی ها در شفاخانه ها تحت مداوا قرار گرفتند. سخنگوی سازمان مدیریت فاجعه در اندونزیا گفته است که احتمال دارد تعداد قربانیان بیشتر باشد چون هنوز اطلاعات زیاد در دست ندارد. اندونزیا روی حلقه آتش اقیانوس آرام که محل برخورد صفحات تکتونیک زمین است قرار دارد. برخورد همین صفحات باعث زلزله ها و فعالیت های آتش نشانی می شود. بر اساس گزارش ها صدها مهاجر در اسپانیا از غرق شدن نجات داده شدند. وزیر داخلی اسپانیا می گوید که این وزارت در 2 روز گذشته حدود 1200 پناهجو مهاجر را از آبهای بحیره مدیترانه از غرق شدن نجات داده است. وزیر داخلی اسپانیا گفت کشورش مشکلات مهاجرین را می‌بیند و در این حال به این نظر است که بحران مهاجرین بحران در سطح اروپا است و این مسئله به یک راه حل اروپایی نیاز دارد. وزیر داخلی اسپانیا افزود که آنها در حال حاضر روی ایجاد یک مرکز پناهجویان در بندر الوسوا کار می‌کنند. با گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 19,500 مهاجر و پناهجو به سواحل این کشور وارد شدند.
دادگاه در مصر ده ها تن از کسانی را که در اعتراضات و تحصن ضد دولتی سال 2013 نقش داشتند به اعدام محکوم کرده است. این حکم شامل 5 تن می شود، از جمله شماری از اعضای ارشد گروه غیر قانونی اخوان المسلمین. بر اساس گزارش ها حکم دادگاه جنایی قاهره اکنون به مفتی اعظم مصر ارجاع داده می شود که عالی ترین مقام مذهبی در این کشور محسوب می شود تا در رابطه به آن نظر بدهد. اگرچه مفتی اعظم این قدرت را دارد که حکم دادگاه را ملغا کند، اما وی به طور معمول تصمیمات دادگاه را تایید می کند. در مجموع افراد درگیر این پرونده اعتراضات به اتهامات مختلف مواجه هستند، از قتل گرفته تا تصرف سلاح ارتش و تخریب اموال عمومی در مصر. آتش سوزی بزرگ در ایالت کالیفرنیای آمریکا دست کم جان 5 تن را گرفته است. بر اساس گزارش ها این حریق که 6 روز است ادامه دارد، دست کم 14 تن ناپدید شدند و ده ها هزار تن نیز مجبور به ترک خانه هایشان شدند. پلیس در شمال کالیفرنیا در جستجوی 14 تن از کسانی است که ناپدید شدند. بیش از 38 هزار تن از ساکنان شهر ریدینگ خواسته شدند که محل سکونت خود را ترک کنند. 3400 تن از نیروهای آتش نشانی و نیز دست کم 17 هلیکوپتر آپاش نیز در عملیات برای خاموش کردن آتش و جلوگیری از گسترش آن به مناطق دیگر حضور دارند. مرگ 5 تن تا کنون تایید شده است. با وجود تلاش ها برای جلوگیری از گسترش آتش، بنابر گزارش ها تنها 5% از دامنه حریق تا کنون کنترل شده است. به دنبال اعتراض‌های چند روزه به خاطر قطع برق و فساد مالی در این کشور، حیدر عبادی نخست وزیر عراق وزیر برق این کشور را از کار تعلیق کرده است. در بیانیه دولت عراق آمده است که به دستور حیدر عبادی در مورد نقش وزیر برق این کشور در کاهش کیفیت خدمات رسانی تحقیق خواهد کرد. عراق وزیر برق این کشور تا کنون به خبر تعلیق خود از سمت وزارت برق واکنش نشان نداده است. در هفته های گذشته گروهی از مردم عراق علیه خاموشی های گسترده، بیکاری و کیفیت نامناسب خدمات عمومی در عراق تظاهرات کرده بودند. بنابر قانون اساسی عراق، نخست وزیر این کشور نمیتواند وزرا را برکنار کند و تنها اجازه تعلیق آنها را دارد. تنها پارلمان عراق اختیار لازم برای برکناری وزرا را دارد. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.